بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر به بسته خبری ساعت ده از تلویزیون تمدن خوش آمدید برنامه جهانی غذا اعلام کرد برای آمادگی و رساندن کمک به مردم در زمستان پیشرو در مناطق دور افتاده افغانستان به 110 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد سخنگوی برنامه جهانی غذا گفته تخمین زده می شود که حدود 3 میلیون نفر در مناطق دور افتاده افغانستان زندگی می کنند و بیش از رسیدن زمستان و مسدود شدن راههای مواصلاتی برای رساندن کمک به مردمان این مناطق به 110 میلیون دلار نیاز است با این حال برنامه جهانی غذا گفته در ماه جول لای بیش از 55 میلیون نفر کمک رسانی کرده است حتا الله عمری سرپرست وزارت زراعت با هیئت ازبکستانی در کابل دیدار و خواهان کمک و همکاری ازبکستان در بخش زراعت افغانستان شد آقای عمری در این دیدار از هیئت ازبکستانی خواست که در تأمین بذر اصلاح شده برای کشاورزان افغان و راه اندازی پروژه های زراعتی همکاری کنند وزارت زراعت گفت که ازبکستان حاضر است در بخش آبیاری راه اندازی پروژه های تحقیقاتی زراعتی و تولید انرژی با بخش زراعت افغانستان همکاری کند و کارشناسان خود را برای تحقیق در مورد خاک افغانستان به این کشور بفرستند. وزارت مهاجرین میگوید که 25 زندانی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشور برگشته اند. این وزارت گفته که این افراد از یک تا شش ماه را در زندانهای پاکستان سپری کردند و بعد از رهایی از این کشور اخراج شدند پلیس پاکستان در ماه گذشته صدها مهاجر افغان را به دلیل نداشتن مدارک بودوباش بازداشت و اخراج کرده است پیش از این نهادهای حقوق بشری از وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و بازداشت آنها توسط پلیس این کشور ابراز نگرانی کردند. شهرداری غزنی از افزایش 98 درصدی عواید این اداره و اجرای چندین پروژه انکشافی در این ولایت در دو سال گذشته خبر میدهد شهرداری غزنی می گوید این دستاوردها پس از روی کار آمدن حاکمیت جدید و مبارزه با فساد اداری به دست آمده باشندگان غزنی نیز با قدردانی از عملکرد مثبت ریاست شهرداری خواهان تلاش بیشتر این اداره برای زیباسازی شهر هستند باشندگان شهر مزار شریف از افزایش آلودگی سوتی در سطح شهر شکایت دارند. آنان میگویند بلندگوها در سطح شهر بیشترین آلودگی صوتی را ایجاد کرده و هیچ برنامه‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. همزمان شماره از دکتران تاکید دارند که افزایش آلودگی صوتی باعث ایجاد برخی از بیماری ها خواهد شد. ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید مایل نیست جنگ به خاک روسیه کشانده شود زلنسکی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جنگ را به خاک روسیه نمی کشاند زیرا در آن صورت این خطر وجود دارد که کشورش در برابر روسیه تنها بماند این در حال است که شهردار مسکو اعلام کرده پدافند هوایی روسیه در ساعات اولیه روز دوشنبه یک پهپاد مهاجم را در نزدیکی پایتخت سرنگون کرد به گفته شهردار مسکو سرنگونی این پهپاد تلفات خسارات بدنبال نداشته است. به دنبال نشر خبرهایی از دیدار وزیر خارجه لیبیا با وزیر خارجه رژیم اسرائیل دولت این کشور نجلا منقوش را از سمتش تعلیق کرد وزارت خارجه لیبیا گفته این دیدار خشم مردم این کشور و احزاب سیاسی را برانگیخته است بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه لیبیا این دیدار غیر رسمی و از قبل برنامه ریزی شده نبوده است این در حال است که شامگاه یکشنبه مردم لیبیا با برگزاری تظاهرات دیدار نجلا منقوش با مقام رژیم اسرائیل را محکوم کردند و پایان بسته ای خبری این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما روز خوش خدا نگهدار